سفر ناگهانی فرمانده سنتگان به افغانستان، مدیریت پنهانکاری افتضاح غزنی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. سفر اعلام نشده جنرال مکنزی فرمانده سنتگان به افغانستان و همزمان انتشار بیانیه پنتاگون در مورد تعداد و هویت سرنشینان هواپیمای نظامی سقوط کرده در ولایت غزنی، تردیدها در مورد واگذار شدن مدیریت پنهانکاری در خصوص سقوط اسرارآمیز این هواپیما و سرنشینان آن به فرمانده سنتکام را تبدیل به یقین کرد. ساعت 1:15 دوشنبه این هفته هواپیمای جاسوسی 11A متعلق به ارتش آمریکا در ولایت غزنی سقوط کرد و پنتاگون به صورت تعجب‌آور با سکوت 6 ساعته نهایتاً پذیرفت که این هواپیما متعلق به ارتش این کشور بوده است. سخنگوی طالبان در حالی که مدعی شد هواپیمای نظامی آمریکا از سوی این گروه ساقط شده، از حضور افسران بلندپایه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA در این پرواز و کشته شدن آنها خبر داد. اطلاع رسانی قطر چکونی و همراه با تأخیر پنتاگون در مورد ماهیت و هویت سرنشینان این پرواز موجب شد که زند پنهانکاری آمریکا در این خصوص تقویت شود. پنتاگون دو روز بعد از این رخداد با اعلام اسامی دو خلبان که در سقوط هواپیمای نظامی در افغانستان کشته شدند، مدعی شد که سرنشینان این پرواز صرفاً این دو نفر بودند. منابع خبری در کشور پیش از اعلام خبر تعداد و اسامی کشته شدگان سقوط این هواپیما از قصد آمریکا برای اعزام تیم کارشناسان ویژه پنتاگون به افغانستان برای بررسی و مدیریت میدانی این رخداد خبر داده بودند. امروز اعلام شد که جنرال مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یعنی سنتکام روز چهارشنبه در سفر اعلام نشده وارد افغانستان شده و روز جمعه بعد از سفر 3 روزه افغانستان را ترک کرد. سفر اعلام نشده مکنزی به افغانستان و همزمان انتشار بیانیه پنتاگون در مورد تعداد و هویت سرنشینان هواپیمای نظامی سقوط کرده در ولایت غزنی تردیدها در مورد واگذار شدن مدیریت پنهانکاری در خصوص سقوط اسرارآمیز این هواپیما و سرنشینان آن به فرمانده سنتکام را تبدیل به یقین کرد. فرمانده تروریست های سنتکام پیش از ترک افغانستان در جمع خبرنگاران در اظهارات تحریک آمیز گفت ایران همواره در افغانستان تا حد آزار و تهدید داشته، اما به نظر می رسد جمهوری اسلامی با توسل به نیروهای نیابتی خود و دنبال فرصت برای ضربه به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در این کشور است و این موضوع ما را بسیار نگران کرده است. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.